علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه شدن. خوش آمدید جناب صدرزاده. درست بعد از سفر بایدن به عربستان سعودی، حوثی‌های یمن اعلام کردند که حاضر نیستن آتش بس رو تمدید بکنن. این موضع حوثی‌ها تا چه حد به تحریک ایران هست و جمهوری اسلامی چه هدفی رو از برهم خوردن آتش بس داره دنبال میکنه؟ حوثی‌ها در اعلامیه رسمیشون میگن که ما از این آتش بس بهره‌ای نبردیم. این دلیل اول. دلیل دومم این هست که میگن اینو آمریکا اعلام کرده، به آمریکا و آقای بایدن برای تحکیم کیان صهیونیستی به منطقه اومده و اینو اعلام کرده آتش بس رو. الانم یعنی در حقیقت نیم ساعت قبل سخنگوی حوثی‌ها یا اون چیزی که به نام دولت حوثی‌هاست در یک مصاحبه گفته که این آتش بسی که در یمن بایدن اعلام کرده برای حکمرانی آمریکا بر منطقه هست، وسیله حکمرانی به منطقه است. مجموع این نشون میده که در درون حوثی‌ها یا احتمالاً در درون کسانی که از ایران به اصطلاح روی حوثی‌ها نفوذ دارن، مسئله عکس‌العمل به سفر بایدن در خاورمیانه بوده، چون همونطور که میدونید یکی از مثلا عناصری که باعث شد، یکی از مسائلی که باعث شد بایدن در خاورمیانه در حقیقت با محمد بن سلمان ملاقات بکنه، همین آتش بس در یمن بود، چون در مبارزات انتخاباتیش علیه جنگ یمن موضع گرفته بود. با این آتش بس در حقیقت داشت توجیه میکرد چرا با عربستان نزدیک شده. بنابراین این موضع حوثی‌ها هم در حقیقت موضع علیه بایدن و موضع ایران تقریبا علیه مسافرت بایدن به منطقه است. آقای صدرزاده، دولت بایدن که اولین کاری که کرد حوثی‌ها را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد، حالا فکر میکنید این موضع که گرفتن حوثی‌ها رو آمریکا نسبت بهش چه واکنشی نشون بده؟ الان نماینده سازمان ملل و مسئول آمریکا، مسئول یمن، مسئول وزارت یمن، شخص مسئول مسائل یمن در وزارت خارجه آمریکا، هر دو اعلام کردند که هنوز این آتش بس ادامه دارد تا اول ماه آینده و سعی خواهد شد که تمدید بشه. یعنی در حقیقت این اعلامیه امروز حوثی‌ها رو چندان جدی نگرفتن، چون میدونن که حوثی‌ها هم به آتش بس نیاز دارن، ولی در حقیقت میدونن که اینم یک عمل به اصطلاح بیان سیاسی برای اعلام موضع یک علیه آمریکا، دو علیه اسرائیل، چون گفته که مسافرت بایدن برای تحکیم کیان صهیونیستی بوده. و فراموش نکنیم حوثی‌ها مواضع ضد اسرائیلی بسیار شدیدتری از ایران، از جمهوری اسلامی دارن. شعار مرگ بر اسرائیل روی پرچمشون نوشته شده و حتی اونها در تبلیغات روزانه‌شون میگن مرگ بر یهود. اینه که مسئله اسرائیل هم برشون مهم بوده، ولی آمریکا یا مسئولین آمریکایی امید دارن که در این سه هفته چهار هفته ای که هنوز این آتش بس ادامه داره با حوثی‌ها صحبت کنن و حوثی‌ها رو قانع کنن و حوثی‌ها هم بیمیل نیستن که علی‌رغم این چیزی که امروز اعلام کردن آتش بس ادامه پیدا کنن. سپاسگزارم. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما.